تکلیف کافرین در روز قیامت چگونه می شود؟ با توجه به اینکه اولین چیزی که در قیامت سوال می شود نماز است و اگر کسی به نماز باشد اعمال دیگرش مقبول نیست، پس در این صورت تکلیف سایر ادیان مثل مسیحیت و یهودیت چه می شود؟ و آیا آنان به خاطر بی‌نمازی اهل جهنم هستند؟ پس با توجه به این مطلب باید 95% مردم دنیا جهنمی باشند و شاید 5% هم به بهشت نروند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. اینکه چند درصد به بهشت یا جهنم می روند را خداوند سبحان می داند. مهمتر از دانستن تکلیف مسیحی ها، یهودی ها و غیره در معاد و زندگی اخروی این است که هیچگاه و در هیچ امری کثرت را ملاک تعریف، تشخیص و تمیز حق از باطل قرار ندهیم که حتما خطا نموده و منحرف خواهیم شد. آیا اگر کثرت جاهلان، متکبران، ظالمان، فاسدان، فاسقان و جانیان در یک جامعه بیشتر باشد، حق با آنان خواهد بود؟ در این صورت حق با ثروتمندان و زورمداران است که اندیشه و باور نظام سلطه می باشد. دانشمندان فیزیک، شیمی، ریاضیات، علوم تجربی در زمین به نسبت جمعیت بسیار اندک بوده و هستند. حال آیا حق با آنان است که از این علوم هیچ نمی دانند؟ آیا اگر تعداد شرابخواران بیشتر باشد، شرابخواری به لحاظ علمی بهداشت و سلامت و نیز شهر حق و مجاز می‌گردد؟ پس کثرت 10% یا 95% ملاک ارزش، سنجش و داوری نمی باشد. بنابراین نه در حیات دنیوی، حتی با داوری خودمان، قلت یا کثرت جمعیت، ملاک و محک تشخیص حق و باطل یا سنجش ارزش ها می باشد، نه در آخرت و با داوری خداوند علیم و حکیم. ایمان و عمل. زندگی دنیوی با تمام محدودیت‌ها و پستی‌های مرتبه‌اش نسبت به حیات اخروی در عین حال نمایانگر همان حقایق می‌باشد. حال فرض کنید که کسی در دنیا از روی محبت و یا برای قدردانی به شما یک شاخه گل هدیه بدهد و دیگری از دشمنی، کینه برای تسخیف، برای ریا، فریب و یا حقه‌هایی که در سر دارد، عین همان شاخه گل را هدیه می‌دهد. آیا هر دو به خاطر عمل همشکل برابر هستند و کارشان یک ارزش دارد؟ خیر، چرا که مقصد و نیت قلبشان متفاوت است. بنابراین در سرنوشت اخروی که نمایانگر حقایق همین زندگی دنیایی ماست، تقدم با ایمان به خدا و معاد می باشد و سپس به عمل می رسد که ظهور و بروز و تصدیق شناخت و ایمان می باشد. ابتدا آدمیان از اول تا آخر ابتدا بر اثر ایمانشان دسته‌بندی می گردند، یا به قول معروف ابتدا مؤمن و کافر از هم جدا می شوند، آن هم بر اساس حقیقت ایمانشان، نه اسم دین یا مذهبی که روی خود گذاشته و یا کتابی که در دست گرفته و حمل می کنند. پس بدیهی است که غیر مؤمن به بهشت نمی رود، اگرچه شب و روز تورات، انجیل یا قرآن را بخواند و یا شب و روز نماز بخواند و یا هرچه دارد را انفاق نماید. بهشت جایگاه آدم خوب با کار خوب است، نه صرفاً کار و کارگر خوب. نماز. نماز اگرچه ستون دین و شناسنامه مسلمان می باشد، اما خودش در شاخه اعمال و احکام می باشد که فروع دین است و پس از شناخت ایمان مورد نظر یا محاسبه قرار می گیرد. لذا در قرآن کریم چنانچه فرموده است: همانا این منم الله که جز من خدایی نیست، پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. سوره طه آیه 14. و فرمودند: وای بر نمازگزاران، همانهایی که نماز را سبک می شمارند، همانهایی که ریا می کنند. سوره ماعون آیات 4 تا 6.
اساساً همین که گفته ابتدا نماز مورد بررسی قرار می‌گیرد، یعنی هر نمازی هم نماز نیست و در دنیا نیز مقبول و مؤثر واقع نشده که در آخرت وزنی داشته باشد و به حساب آید. بنابر این نماز سرآمد اعمال است، چون که توحید سرآمد معرفت و ایمان است. ابتدا از توحید سوال می شود و بعد سایر اعتقادات و باورها، چنانچه ابتدا از نماز پرسیده می شود و سپس از سایر اعمال. مسلمان، مسیحی و یهودی، این قواعد در مورد همسان یکسان است. همگان ابتدا در مورد ایمانشان مورد سوال قرار می گیرند و سپس در مورد اعمالشان. هم از مسلمان می پرسند که چرا شرک ورزیدی و هم از مسیحی و یهودی و هم از کفار و تمامی انسان ها. از مسیحی و یهودی نیز می پرسد آیا پیامبر شما گفت من خدا یا پسر خدا هستم؟ دست خدا بسته است؟ شما همه پسران خدا هستید؟ ما عذاب نخواهیم شد و غیره؟ سپس پیامبرشان را برای گواه می آورند و می پرسند آیا شما به آنها چنین گفته اید؟ از ملائک می پرسند آیا شما گفته اید که ما دختران خدا یا الهه های شما هستیم؟ و این شاهدان حق خدا را شاهد می گیرند که هرگز چنین نگفتند، و اگر اتباع آنها بهانه ای بیاورند که در کتاب ما چنین نوشته شده بود، می پرسد مگر به شما عقل نداده بودم؟ اصول اعتقادی عقلانی است. سپس نوبت به نبوت، ولایت، امامت، معاد و سایر اصول اعتقادی می رسد. حال از مسلمانان، مسیحی و یهودی سوال می شود که آیا پیامبر شما از طرف من پیامی برای شما آورده بود که من آخرین پیامبر و آورنده ی آخرین دین و شریعت هستم؟ آیا او به شما گفته بود که به ولایت هر ظالمی گردن بنهید؟ آیا از سوی من شما را از عقوبت مواضع و رفتارتان خبر نداده بود و غیره؟ سپس نوبت به عبادت، اعمال و عمل صالح یا گناهان می رسد و سرآمد همه آنها نماز است. اگر مسلمان، مسیحی یا یهودی از بخش نخست اعتقادات و ایمان عبور نماید، نوبت به بررسی اعمالشان می رسد. نماز در همه ادیان وضع شده است. همین آیه مبارکه و اقیم الصلاة لذکرا به حضرت موسی نازل شده است. حضرت عیسی در گهواره به سخن آمد و گفت و اوصانی بالصلاة و زکات، به نماز و زکات سفارش شده ام. پس اگر باقی ماندن کسی در ادیان دیگر به هر علتی مقبول موجه قلمداد شود، از عمل به احکام خودش سوال می شود، چون که از یهودیان قبل از مسیح و یهودیان و مسیحیان قبل از اسلام نیز از احکام خودشان سوال می شود. همان گونه که از مسلمان می پرسد، از یهودی و مسیحی نیز می پرسد که آیا بر تو نماز، روزه، زکات، انفاق در راه خدا، جهاد و غیره واجب شده بود یا خیر؟ خب چه کرده ای؟ به کسی ظلم نمی شود. ضمناً که باید نگران زندگی دنیوی و اخروی خود باشیم نه دیگران، شاید ضرورتی نداشته باشد تا در آیات و روایات مطالعات تخصصی نماییم و ببینیم که محاکمه اهل کتاب دقیقاً چگونه است و عاقبت آنها چه می شود. شاید اطلاعات اجمالی نیز کافی باشد، ولی ضرورت دارد که بدانیم خداوند متعال علیم به احوال بندگانش می باشد و به کسی ظلم نمی کند. رحمان، رحیم، غفار، عفو است، چنان که سریع الحساب و شدید العقاب نیز هست، چرا که عالم هستی را برای بازی و شوخی نیافریده است. قوم خیشی ندارد و فریب هم نمی خورد. مرعوب کسرت نمی گردد و برای هر موضع و عمل کردی نتایجی حتمی قرار داده است. خداوند سبحان خودش علیم، بصیر و خبیر به احوال بندگانش می باشد و خود شاهد مواضع اعتقادی و عملکردهای آنها است. ضمن آن که فرشتگان، انبیا، اولیا و شهیدان را نیز برای شهادت می آورد و در این حال هر کسی را از عملکردش با خبر می کند. هم کتاب عملش را می دهد خودش بخواند و هم تمامی اعمالش را برایش مجسم می کند. سپس در اجر و پاداش اضافه هم می دهد. اما در عقوبت که نتیجه طغیان و عصیان می باشد اضافه ای ندارد که ظالم شود، بلکه به حقیقت نتایج می رساند. بهشت و جهنم نیز جایگاه هستند، نه نتیجه اعتقادات و اعمال، بلکه درجات در آنها و آنچه در این دو مکان به اهلش عرضه می شود همان نتیجه مواضع و عملکردهای خودشان می باشد.
رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.